همکارم علیرضا محبی از ملبورن مرتبط با همین موضوع با ما همراهه. بیشتر از شما بشنویم باستابی که موضوع برگزاری دادگاه علنی برای معترضان در جمهوری اسلامی داشته. ریحانه، خبر برگزاری محاکمه علنی حدود 1000 نفر از بازداشت شدگان در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در تهران و البته خب 1000 نفر دیگر از بازداشت شدگان در خارج از پایتخت از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیروز سه‌شنبه اول نوامبر برابر با 10 آبان واکنش گسترده‌ای در رسانه‌های کشورهای مختلف در منطقه آسیا و اقیانوسیه داشته. ABC رسانه دولتی استرالیا در وبسایت خودش با تیتر برنامه ایران برای محاکمه علنی 1000 معترض و بازداشت توماج صالحی خواننده رپ ایرانی نوشت که پیگردهای دست جمعی اولین اقدام حقوقی بزرگ جمهوری اسلامی با هدف سرکوب مخالفان از زمان شروع ناآرامی ها در بیش از 6 هفته گذشته هستش. گزارش ABC استرالیا به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا اشاره کرده که به نقل از مقامات قضایی جمهوری اسلامی از محاکمه 1000 نفر از کسانی که نقش محوری در اعتراضات داشتن خبر داده. در این گزارش آمده که اگرچه اعتراضات ابتدا به دنبال کشته شدن مهسا امینی با هدف حجاب اجباری مخالفت با حجاب یا حجاب اجباری مخالفت با حجاب اجباری متمرکز بوده، اما از اون زمان تا به الان به یکی از بزرگترین چالش‌های روحانی حاکم از سال‌های پرهرج و مرج انقلاب 57 تبدیل شده. در این گزارش آمده که با وجود رفتار خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی با مردم، اعتراضات در ایران همچنان ادامه داره و با وجود هشدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جوانان ایرانی دست از مبارزه نمی‌کشند. SBS دیگر رسانه‌ای خبر استرالیا هم به محاکمه علنی 1000 معترض در تهران پرداخته و نوشته که رهبران جمهوری اسلامی متعهد شدند علیه معترضان که خب البته اونها رو اختشاشگر توصیف میکنن اقدام سختی انجام بدن. در این گزارش به صحبت‌های مادر محمد قبادلو پرداخته شده، صحبت‌های مادر محمد قبادلو که در اون گفته پسرش بدون حضور وکیل محاکمه انجام شده علیه او، بازجویی شده از او و خب حکم اعدام علیه او صادر شده. گاردین استرالیا هم با تیتر ایران برای بیش از 2000 بازداشتی در جریان اعتراضات محاکمه علنی برگزار میکنه به ادامه اعتراضات در ایران با وجود رفتار خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی با معترضان پرداخته. در این گزارش البته تحریم‌های ادامه دار کانادا علیه مقامات جمهوری اسلامی، مقامات ارشد جمهوری اسلامی و همچنین موضوع حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی قطر هم بهش پرداخته شده. از دیگر رسانه‌های استرالیا که خب موضوع محاکمه علنی معترضان دستگیر شده در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی بهش پرداخته شده، روزنامه معتبر ایج، دی استرالیان و سیدنی مورنینگ هرالد هستش. اما این فقط در استرالیا نبود که موضوع محاکمه علنی بهش پرداخته شده. در نیوزیلند و کشورهای دیگه یک تیتر واحد هست، برگزاری دادگاه علنی برای 1000 نفر از معترضان که خب نیوزیلند هرالد، وان نیوز و رادیو نیوزیلند در نیوزیلند بهش پرداختن، در مالزی فری مالزیا تودی و در ژاپن هم ژاپن تودی، در کره جنوبی کره تایمز به این موضوع پرداختند.